از پاش اتفاقی افتاد در مجلس که ایشون رأی آورد، یه بحثی که حالا خودتون بهتر میدونید مجلس خیلی در واقع در ماجرای آقای تاجگردون با توجه به حرف و حدیث‌هایی که بود ایشون رو رد کرد و در ماجرای آقای بسپاش علارغم بحث‌ها و ابهاماتی که وجود داشت ایشون به ریاست دیوان محاسبات در واقع منصوب شد. خود شما هم در واقع معترض بودید و پیشنهاد استعفا رو مطرح کردید. بله. چه شد که این اتفاق افتاد؟ هنوزم یعنی من رو پیشنهاد خودم مصرم. چون آیین نامه میگه که 20 سال سابقه کار باید داشته باشه. توی کمیسیون آیین نامه که آیه بهرینی اداره میکنن، چون اونا باید یه مصوبه ای رو به کمیسیون بودجه بفرستن. یعنی خودش یه آیین نامه اجرایی داره که کمیسیون بودجه پیشنهاد میده، کمیسیون آیین‌نامه مصوب میکنه. اونا این رو حتی تغییر دادن به این که باید 20 سال سابقه مدیریتی داشته باشه نه سابقه کار. منتها خب ایشون با توجه به سن و سالش و دوره هایی که مدعی بود کار کرده 20 سال سابقه کار رو نتونست به مجلس ارائه بده، به خاطر همین اون برگه سند گواهی کارش در اون مؤسسه پژوهشی رو به اصطلاح آورد که به نظر من پذیرفتنی نبود. بعدن هم اون کسی که نامه رو امضا کرده بود در کمیسیون اصل 90 اقرار کرد که این برگه جعلیه، ولی گفت ما با حسنیت این کار رو کردیم. اینا که حالا من خیلی این چیزها رو نمیفهمم، یعنی جور کردن سابقه کار با یه سند جعلی و اینا حداقل من برام پذیرفتنی نیست. مجلس ورود به بحث سابقه کار اصلا نکرد، یعنی کسی نقد این چیزها رو نکرد که جمعی از افراد شکایت به کمیسیون اصل 90 کردن. کمیسیون اصل 90 هم آقای پژوهان فر یه بار منو صدا کرد با توجه به اینکه میدونست من پیگیر مسئله هستم که برام توضیح بده که چه اتفاقاتی افتاده. بعد کمیسیون اصل 90 گفت که آره ما اینجوری جواب دادیم و تصمیم گرفتیم و قرار جواب کتبی بدیم. گفتم خیلی خوب جواب کتبی بدید، ما میدونیم چیکار، به تکلیف خودمون حداقل میفهمیم. ولی بعد از چند وقتی نیش بکنه حدود یه ماه یه ماه و نیم گذشت گفت که نه ما میخوایم جواب شفاهی بدیم. جواب شفاهی هم ندادن، یعنی تا امروز من دلایل کمیسیون رو برای پذیرش اون 3 سال و نیم اول کار آقای بسکاش که 20 سال پر کنه رو هنوز نمیدونن که کمیسیون چرا پذیرفته. چون اون مؤسسه‌ای که مدعی هستن فارغ از این که حالا اون سند اصلا جعلی بوده، همچین مؤسسه‌ای اصلا وجود نداشته. بعدها مثلا رفته از شورای گسترش وزارت علوم مجوز گرفته، ولی تا اون موقع اصلا همچین مجوزی وجود نداشته، همچین مؤسسه‌ای اصلا وجود نداشته که ایشون بخواد توش مسئولیتی چیزی داشته باشیم. ما ببینید ممکنه ما توی محیطی حتی دانشگاهی تابلو یه جا بزنیم، ولی تابلو برای کسی به جهت قانونی نمیاره. باید مراجع ذی‌صلاح تایید کنن که نکردن. یعنی کار روشنه. بله بله، من خودم هم این رو جزو نقاط ضعف مجلس 11 میدونم که از این مسئله به سادگی عبور کرد. وقتی که از کمیسیون اصل 90 هم من ناامید شدم که جواب متقن و مستدلی رو بده، پیگیر شدم قوا قضاییه، منتظرم که حالا اونا هم فرصت بدن بریم صحبت کنیم، چون مدارک رو برای اونا هم فرستادم. نمیدونم اونجا چه اتفاقی بیفته، حالا منتظرم. آقای قالیباف تو جلسه معارفه یه جمله گفت گذشته ها گذشته دیگه، حالا بیم کار کنم و اینا. من به عنوان یه کسی که داره قانون گذاری میکنه و قانون ملاک رفتارش هست این استدلال رو نمیپذیرم. نه برای آقای تاجگردون، اگه این باشه برای خیلی از مفاسد اقتصادی و برای خیلی از افرادی که الان زندانم پاشون گیره، برای محمد رضا رحیمی باید میگفتیم، برای آقای مهدی هاشمی باید میگفتیم، برای دیگران هم باید، هر کسی هر کاری کرده بود میگفتیم، در صورتی که نمیگیم گذشته ها گذشته. بخیر،
یه خبطی به نظرم اتفاق افتاده که این باید اصلاح میشد. من در هر صورت ولو تنها هم بمونم کار رو پیگیری میکنم. شکایتی که ما کردیم مهر بود فکر میکنم، که برای برج ده به ما یه فرصتی رو دادن، بعد دیگه من با وکیلم که مشورت کردم گفت که نباید یه نامه دومی بیاد که نیومد. منتها من چون درگیر بودجه بودم این 40 روز گذشته رو دیگه فرصت نکردم. انشالله اولین فرصت پیگیر مسئله میشم، یعنی میخوام که وکیلم بره بازپرسی مربوطه ببینی که کار به کجا رسیده. یعنی نظام باید تکلیفش رو روشن کنه، مجلس، قوه قضاییه. من حتی اگر از قوه قضاییه هم اقدام مؤثری نبینم، حتما مدارک و مستندات رو برای رهبری میفرستم که تعیین تکلیف کنن، چون این امر با حیثیت نظام مرتبطه، اصلا بحث فرد نیست. بالاخره حالا یه اتفاق جالبی که افتاده، دوستان کمیسیون اصل 90 بر اساس ایرادایی که به قانون دیوان محاسبات داشتن، قانون محاسبات عمومی کشور، خب تو قانون محاسبات عمومی کشور ماده 11 نحوه انتخاب رئیس دیوان رو ذکر کرده، ده یه جوری به اصطلاح با آیین‌نامه داخلی اینا مکمل هم دیگر. اونجا دوستان پیشنهاد کردن که ما بنویسیم 20 سال سابقه کار رسمی، که من به شوخی بهشون عرض کردم که از ابتدای مجلس 11 هم 20 سال که میگید، چون خب مجلس 11 هم تموم شده و از پاش 20 سالش کامل میشه، از اول مجلس 11 هم بنویسید من موافقم. بنویسید افراد تا اول مجلس 11 هم باید 20 سال سابقه کار رسمی میداشتن، چرا اونجا نپذیرفتید اینجا دارید به اصطلاح پیشنهاد میدید؟ الان دیگه از این چیزا هست دیگه. حالا نمیدونم موثر بود یا نه، چون اینکه کسی ارزیابی نمیکنه. نه خیلی این اتفاق تو مجلس قبل هم افتاد، شفافیت در مجلس قبل فوریتش رد شد و حجمی سنگینی از طرف در واقع بسیاری از ببینید، من خودم از مجلس هفتم رو دو تا مسئله حساسیت داشتم که با جمع دوستانی که با ما هم نظر بودن پیگیر مسئله بودیم، یعنی مشخصا آقای دکتر توکلی، آقای افروق، آقای دکتر دهقان، بقیه دوستانی که با هم کار میکردیم. یکی صیانت از نمایندگان که یه بخشی از اون ناظر به همین بحث شفافیت و بحث شفافیت مالی و هدایا و مراودات با دستگاه اجرایی و سرمایه گذارهای بخش خصوصی و اسپانسرهای مالی و هزینه‌های انتخاباتی و خیلی چیزا بودش که البته ما موفق نشدیم اون رو به اصطلاح مصوب کنیم. مجلس هفتم نشد، مجلس هشتم نشد دیگه. مقام معظم رهبری توی ملاقات اول افتتاحیه فرمودن که شما برای بحث صیانت از نمایندگان یه مصوبه‌ای داشته باشید، که منجر شد به این مصوبه اصطلاحاً نظارت بر رفتار نمایندگان. تو این مصوبه نظارت بر رفتار نمایندگان خب بخشی از اونها اومد، یعنی مفیدم بود که اگر نماینده در چارچوب قانون اساسی اظهار نظر کرد حق تعقیبش رو ندارن، باید بزنی باید مخدومه بشه. البته دستگاه قضایی هنوز به یه وحدت رویه نرسیده، بعضی قضات رأی هیئت نظارت رو میپذیرن، بعضی ها نمیپذیرن، حالا دیگه کشمکش اونجا هست. ولی کلیت کار خوب بود از جهت این که نماینده ها آزادگی اظهار نظر رو بتونن پیدا بکنن. خیلی محل اشکال بود، چون تا حرف میزدن دستگاه شکایت میکردن، بیچاره ها مجبور بودن عقب نشینی کنن یا حرفشون رو پس بگیرن، که چند مورد هم پیش اومد که حرفشون رو پس گرفتن با اینکه مستند و مستدل هم حرف زده بودن. خب خوب بود ولی جامع نبود. دلیلش هم بود که آقای لاریجانی مخالفت کرد با اینکه این جامعیت رو داشته باشه. همین بحث شفافیت مالی و گردش مالی و اسپانسرهای انتخاباتی و اینا پیشبینی شده بود ولی تو مصوبه دیگه نیومد، یعنی تو مصوبه نهایی مجلس دیگه اینا نبودش. من به دوستانی که این بار طرح رو آوردن عرض کردم
که شما شفافیت مالی رو ببرید تو همون نظارت به رفتار نمایندگان. تفاوتش با آیین نامه داخلی اینه که اون نصف به علاوه یک رأی میخواد، این دو سوم رأی میخواد. یعنی اگر مثلا اونو جدا میکردن با همین رأیی که داده شده بود برای اون کفایت میکرد، میشد به اصطلاح مصوب تلقی کرد فوریتش رو و بعدم رفت توی به اصطلاح محتوایی اعمالش کرد و مشکل رو حل کرد. در مورد بحث شفافیت رأی هم بالاخره باید منصفانه و متوازن و متعادل برخورد کرد. نباید از ترس افراط ما به تفریط بیفتیم، نباید از اون بره بوم دوباره دوچار یه عارضه دیگه بشیم. ما یه نگرانی داریم که افشا نشدن آرای نمایندگان باعث بشه که رأی واقعی خودشون رو ندن مثلا، یا تحت تأثیر یه جریان خاصی قرار بگیرن، یا بدهکار مثلا یه مدیر اجرایی چیزی باشن. ولی علنی کردن رأی هم عوارض خودش رو داره. یعنی شما تصور بکنید مثلا استیضاح یه وزیر مطرح بشه و همه اونهایی که میخوان به استیضاح وزیر رأی بدن رأیشون رو علنی بکنن، تو اوضاع انتخابی ممکنه هزار تا اتفاق بیفته. برای نماینده من نگران نیستم خیلی، چون نماینده در ورود به حوزه سیاسی کشور و ساحت سیاسی کشور پذیرفته که هزینه بده. این اصلا بحثی نیست، آدم اگر نخواد هزینه بده که نباید بیاد تو حوزه سیاسی کشور ورود کنه. ولی مردم حوزه انتخابیه به این دلیل اگر آسیب ببینن، طرحهای عمرانیشون آسیب ببینه، مدیریتاشون آسیب ببینه، سر لج و لج بازی بین دستگاه‌های اجرایی با نماینده مثلا تو انتصابات و توی جاهای مختلف احیانا کشمکش بین دستگاه اجرایی و نماینده نهاد قانونگذاری کشور تو حوزه انتخابی اتفاق بیفته، کار خیلی سختی میشه. عیب دیگه‌ای که طرح به نظرم داشت این بود که طرح بیش از حد بزرگ شده بود. من خودم جز اولین هایی بودم که طرح شفافیت رو امضا کردم. ما اردیبهشت با دوستان که مشورت میکردیم که مثلا چه کارهایی تو مجلس خوب فوریت داشته باشه زودتر به تصمیم برسیم، یکیش همین بحث طرح شفافیت بود. منتها طرح ما دو سه خط بیشتر نبود، یعنی دو سه تا ماده قرار بود که یه جابجایی بشه، اصل بر افشای آرا باشه، مگر اینکه لازم باشه طرح به اصطلاح آرا مخفی بمونه و در صحنه علنی. منتها بعد دیگه رفت، میگم شفافیت مالی بهش اضافه شد، افشای اطلاعات داخل کمیسیون ها مثلا به عنوان یه اصل مطرح شد که باید مشروع مذاکرات کمیسیون ها هم در اختیار به اصطلاح جاهای مختلف بتونه افکار عمومی اینا قرار بگیره. نظر سیاسی شده این موضوع، گفتین که خیلی بزرگ شده، فعلا خبرش تبلیغ شد، اینقدر ضرورت نداشت. یعنی ببینید من یه چیزی رو تو مجلس باش مواجه بودم، چهار سال گذشته من مجلس نبودم، ولی اخیر که اومدم نسبت به قبل از 95 عرض میکنم، تصمیمات مجلس تحت تأثیر محیط فضای مجازی قرار گرفته. یعنی شبکه‌های اجتماعی و محیط توییتر و اینستاگرام و نمیدونم اینا تأثیر گذار میشن بر هم پیشنهادهای نماینده ها، هم رأی نماینده ها، و این خیلی بده که جهتگیری های مجلس رو به جای اینکه مجلس به کشور جهتگیری ها رو اعلام کنه و بیاد ریل گذاری کنه، فضای مجازی براش تصمیم بگیره. اونم یه فضای مجازی که حالا شما حتما خودتونم باش مواجه هستید که هزاران اکانت فیک و اجاره‌ای و نمیدونم گروه های هدایت شده از یه نقطه خاص و اینا، خب این خیلی بده. اینا هم افزایی نداره، این سرجمش 5 نفره، یعنی چیزی نیست. بعد 5 نفری که هیچ وقت هم نمیخوان رو باشن. من دارم بحث شفافیت با دوستان که بحث میکردم گفتن که خیلی به شما حمله شده. گفتم اتفاقا افرادی به من حمله کردن که خودشون ناشناختن، یعنی آدم های تو سایه هن. خب اگر حقیقت رو میگن خودشون بیان بیرون، ما ببینیم طرف ما کیه، کی معترض به رفتار ماست، ما لااقل ببینیم آدم ها رو، بعد ببینیم استدلالاشون چیه. این که تو تاریکی سنگ بندازن که جوان مردی نیست. حالا من فکر میکنم در هر صورت طرح شفافیت
با این فضاهایی که ساخته شد و اینا ممکنه مجدداً بیاد تو مجلس رأی بیاره. منتها خودم اعتقادم بر اینه که باید یه حد اقلی رو برای افشای اطلاعات داخل صحن انجام داد، ضمانت‌های اجرایی براش باید حتما پیش بینی بشه و مهمتر از بحث شفافیت آرا انتخاباتی است که باید بره به سمت استانی شدن و حزبی شدن. یه پیشنهاد این بود که دو مجلسی بشه، یعنی این مجلس مثل همه کشورهای دنیا که دو مجلسی هستن، حالا اسمش هر چی ممکنه باشه، یه مجلس دیگه ای باشه که اون مجلس بتونه یه انتخاب بالاتری داشته باشه، مثل مجلس خبرگان رهبری مثلا، یه مجلسی باشه که از سطح استانهای کشور به تناسب جمعیتشون یه تعداد آدم بیان که فراتر از بحث شورای نگهبان و حتی فراتر از بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام واقعا با یک عقل جمعی به اصطلاح غیر منطقی، غیر حوزه انتخابیه‌ای و غیر تعلق به دستگاه‌های اجرایی و بخشی و اینا بتونن در چارچوب منافع ملی، در چارچوب منافع مردم، در چارچوب اینکه توسعه کشور مستلزم تحرک تو چه حوزه‌هایی هست، بتونن تصمیم سطح بالاتری بگیرن. شاید اینم یه راه حل باشه. بالاخره از مجلس اگر نشه که یه همچه مصوبه بیرون بیاد که به نظر من تقریبا دیگه محاله که بیرون بیاد، چون الان دیگه اصلا حتی زمزمش هم نیست که بخوان کسی دنبال این کارا باشه، یعنی از مجلس مهم این بر دیگه من ندیدم کسی رغبت نشون بده به این کار. شاید راه حل تکمیلیش این باشه که نظام به این جنبندی برسه که یه مجلس دومی شبیه به مجلس خبرگان رهبری ولی برای قانونگذاری کشور، یعنی قوه قانونگذاری کشور یه مجلس دومی برای خودش تعریف کنه که نوع انتخابش، اختیاراتش و نوع تعاملش یه سطح بالاتر از این چیزی باشه که امروز تو مجلس داره اتفاق میفته. و اونجا به نظر من حالا مثلا امثال این بحث شفافیت آرا اینا که دیگه میشه فرع قصه دیگه، چون شأن اونایی که انتخاب میشن عجل از اینه که بگن مثلا حالا شما چه کردید، به چی رأی دادید ندادید. آره یه خورده این گرفتاری ها متاسفانه تو مجلس هست دیگه، یعنی الان محیط های فضای مجازی تأثیر گذارترن بر مجلس تا مجلس تأثیر گذار بر ما باشه. حالا دیگه از این گرفتاری هم متاسفم، مجلس از قدیم الایام بوده جدید نیست. مخالفت شما احیاناً روز قبلش و رد کلیات بوده؟ نه، اینایی که این رو گفتن واقعا بی‌انصافی کردن، چون اصلا طرح شفافیت که همون روز نیومده بود تو دستور که کسی بگه که مثلا حالا این واکنشه به اون هست. من بعضی از دوستان که همونجا به شوخی گفتن آره این فلانه، گفتم قیاس به نفس میکنه. نه من واقعا خیلی موارد بوده که علارغم اختلاف نظرهایی که داشتیم، حالا چه با جریان دولت چه داخل مجلس و اینا، واقعا اگر مطلبی رو به مصلحت کشور میدونستم دفاع میکردم. هیچ وقت این نبوده که سر این چیزا بخوام کم و زیاد بگم، ولی واقعا برام قابل پذیرش هم نیست دیگه. حالا میگم اصلا دعوای سر این که کی امضای اولو کرده، کی تر شفافیت آورده، کی پیشنهاد داده، اصلا اینا که خیلی اهمی اصلا کلش خیلی چیز نیست که ما بهش مروش اصرار داشته باشیم. نه ولی واقعا این نبوده. من عدلم هم گفتم و بی‌انصافی هایی هم که کردن اینه که من تو همون نطقه 5 دقیقه مخالفتم 3 بار میگم من به طرح شفافیت رأی میدم، من که با طرح شفافیت مشکل ندارم، اینو ناقص میدونم. اینی که شما آوردید رو چیز خوبی نمیدونم. اصلا دوشوری کردن شما، حالا ببینید، حالا شاید مثلا من یه خورده نگاه هم شاید افراطی باشه نسبت به بعضی از افراد، واقعا بعضی از افراد رو احساس میکنم پیشنهادهایی که میارن و موضوعاتی که به دستور میذارن و اینا خیلی ممکنه خدا و پیغمبر توش نباشه، اغراض دیگه ای هم پای کار باشه. و من خب نگران، من به عنوان نماینده مردم وقتی نگران میشم مجبورم نگرانیمو بگم. چه اتفاقی تو مجلس افتاد؟ شما در
در کمیسیون تحقیق مدت زیادی کمتر از یک ماه بحث کردید. من فکر میکنم خود هیئت رئیسه اتفاق نظر نداشتن، یعنی نسبت به اینکه چی رو دارن رأی میگیرن براشون روشن نبود. به همین دلیلم تأثیرگذار بود دیگه، یعنی افراد یه بخشی نمیدونستن به چی رأی دادن. یه بحثی هم بود که بالاخره وقتی دولت دو سه هفته این توپخونه و آتشباریش کار کرد علیه مجلس، حالا علیه کمیسیون تلفیق، رو حوزه های مختلف از عرض 4200 گرفتن تا اعتباراتی که بحث شده بود تا کارهایی که صورت گرفته بود اینا، حمله کرد، یه تعدادی از نماینده ها خوف کردن، یعنی گفتن آقا دولت که میگه من اجرا نمی کنم، شما اومدین این اصلاحات خوبم که باشه دولت اجرا نکنه، هر اتفاقی بیفته تو حوزه اقتصاد کشور و معیشت مردم این بارش گردن ما میفته، یعنی میگن شما مسبب کردید پس باعث بانی این همه گرونی ها اینا، و بعد جواب ناکارآمدی دولت یا عدم نظارتش بر قیمت ها و بازار و اینها رو هم مجلس وارد بده. مقدار از این منظرم یه ترسی تو نماینده ها ایجاد شد. بعضی از دوستان هم کم لطفی کردن دیگه، یعنی با اینکه پیشنهاداشون تو کمیسیون تلفیق رأی آورده بود و پیشنهادهای خوبی هم بود، یعنی ما خودمون دفاع میکردیم و بعد که موقع رأی بحث شد بلند شدن مخالف مسببه کمیسیون بحث کردن، صحبت کردن. سرجمش به نظر من برای مجلس خوب نشد، یعنی این اتفاق خوبی نبود. بدتر از اون این بود که یاد رئیسین رو برگردون به دولت، اصلا با اینکه حداقل در مجلس قبلی دو بار این اتفاق افتاده بود و هیئت رئیسین رو برگردون بود به کمیسیون اصلاح کرده بود و آورده بود، این بار خلاف رویه عمل شد، یعنی بالاخره اون یه رویه‌ای بود که قابل دفاع بود. وقتی آیین نامه مسکوت هست رویه خودش یه مبناست برای تصمیم گیری، خلاف رویه عمل شد.